باشه. عصرتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه، آماده کلاس باشید. خب جلسه قبل اتحاد مربع دو جمله را گفتیم، یکی دو تا هم سوال حل کرد، درست شد؟ حالا یه سوال دیگه ببینم کی حل میکنه. به کمک اتحاد حل میکنم. به نام خدا. سوال: اگر x به علاوه 1x مساوی 5 باشد، حاصل x به توان 2 به علاوه 1 بر روی x به توان 2 را به دست آورید. خب ببینم کی پاسختون. تایپ کنید، عدد میشه یه عدد، بعد من میگم کی حل کنه. دوستان همه پاسخ بدن. آقا فرداد غلط هم شد اشکال نداره، من میبینم دیگه، رفقاتون که نمیبینم. خیلی خب، تاها درست نیست، فرداد درست نیست، گزینه نداره، پاسخ بدید. ولی خب آقای ایلیا چی؟ آزاد نیست. نه درست نیست. سینا چند در آوردی؟ فارسا چند در آوردی؟ سلام مهدی. همه پاسخ بدن بچه‌ها. حقیقت کیا جدیده؟ امیرعلی حقیقت کیا؟ جلسه بود؟ خب تباتبایی نه، نه نه. سینا حاجی بهرامی بگوینم پاسخ خودو بنویس. تباتبایی نه. امیر حسین صادق دولغ هم جدید اضافه شده. امیر حسین ابتدا باید جوابتو تایپ کنی، اگه درست باشه استاد. امیر حسین صادق دولغ. صادق بگیم بهتر. مالک پارسادرو اسم فامیلی سخت دیده. صد نه برسون آرتین. ببین حرفت درسته ولی جواب تو میخوام من. شما چند دار سعودی؟ چه بود اسمت؟ فرنامه جهانگرد. خب یه عددی به دست بیار. ببین نترس از غلط به دست آوردن، اصلا نترس. یه اون چیزی که به ذهنت میرسه یه جواب به دست بیار. راهشو پیدا نمی‌کنم مثلا جوابشو به دست بیارم. همیشه راه اینه که از فرض به حکم برسیم دیگه. این فرض شماست. ببین از این فرض رو چه بلای سرش بیاری به حکم میرسی. میتونی بجنگی، میتونی کتکش بزنی، میتونی یه مش بزنی، پودرش کنی. نیکان پاسخت، پاسخ نیکان ندیدم. نه ماهان، مگه میشه خودشم پنج باشه توان دوشم پنج باشه؟ آفرین نیکان به جواب رسید. نیکان بگو. نیکان سلام استاد. سلام علیکم استاد. خب مثل اون سوالای قبلی، اول میایم همین x دو بلاو اتحاد میگیریم، میگیم که x بلاو 1 x هم به توان 2. یه دقیقه وایستا درسته، من توضیح بدم. فرنام نگاه کن آقای جهانگرد، شما توان چند رو دارید اینجا؟ x توان چند رو خواسته؟ خب چه کاری کنیم توان 1 به توان 2 برسه؟ به قولشون به توان میرسونیم. ما یک عبارتی که x به علاوه 1x مساوی 5 هست میتونیم دو طرفش را به توان برسونیم، دو طرفش را در عددی ضرب کنیم. درسته؟ درسته نه؟ خب من این دو طرف را به توان میرسونم. حالا اون دوستانی که 25 نوشته بودن فکر کردن که این به توان درسته میشه این. ببینیم آیا اتحاد خوندیم دیگه. نیکان بگو ببینم اتحادش. آقا x دو
اولی به توان دو بله میشه ایکس دو، درسته؟ بله. خب بعدی چی میشه جمله بعدی؟ بعدی میشه دو، چون که ایکس ضرب در یک ایکس میشه یک، یک هم که ضرب در دو میشه دو. آفرین. ببین ما گفتیم آقا الان خودت گفتی دیگه، مربع اولی، اولی به توان دو، دو ضرب در ایکس ضرب در یک ایکسون، ایکس با این ایکس ساده میشه، جواب میشه دو. پس دو برابر اولی در دومی میشه دو. علاوه یه جمله یک بعدی ایکسون به توان دو، یک ایکسون به توان دو میشه یک بر روی ایکس به توان دو، اونورم که میشه 25. خب این یه دونه دو اضافه داریم اینجا آقا، ایکس دو رو دارم اینها. بله درست، یک بر روی ایکس به توان دو رو هم دارم، درسته؟ نیکان این دو رو چکار کنم؟ آقا دو رو منفی میکنیم میشه 23، میبریم اون بر، این از اینا جدا بشه میشه منفی x2 علاوه 1 بر روی x2 می شود 23. متوجه شدی؟ ممنون. مرسی نیکان. خب بقیه دوستان سوالی اگه دارید بگید، ندارید سریع بنویسید تا من سوال بعدی رو بگم. چه که سوال داره دست میتونه بیاره بالا. جوابتو نزدیک بود. یعنی چه نزدیک بود؟ نکته اصل اصلا شما اصلا جواب ما در بیاد 24 و نیم، مثال دارم میگم، شما 25، مگه حدس و آزمایشه که من نزدیک جواب نزدیک حدس زدم؟ نه. آقای ابراهیمیان سلام، دیر وارد شدی، یه سوال حل کردیم. یکی دیگه میگم. بله آقا سلام. سلام آقا، سوال من در مورد این بود که عبارت جبری رادیکالی، رادیکالیش خیلی صدات ضعیف. چی؟ آقا سوالم درباره عبارت جبری رادیکالیه، مثلا تو رادیکال میاد عدد میذاره آب، مثلا آب دوم بر مثلا آ ایکس به توان سه، یعنی چی سوالی میدم اصلا گمراه میشم نمیتونم حل کنم. کجا هست؟ کدوم درسون اصلا؟ توی یه دونه از تست مبتکران بود. حالا رسیدی اونجا بگو، یه تست بلد نیستی فلان سوالا اینو یاد گرفتی؟ بله. خیلی خب، حالا اینو یاد بگیر، بعد از اینکه تست حل کردیم اون تست رو علامت بزن حل میکنیم. خب علامت زدم. باش باش. کجا بودی آقای علوی؟ چی؟ نماز بود. قبول باشه، ما رو هم دعا کردیم. معمولا دانش آموزا معلم‌ها رو نفرین میکنن. خدایا پاش بشکنه نیاد مثلا. آه معلم. معلم معلمه. آه معلم. از کجا معلم؟ معلم خیلی. ما که هیچ موقع دانش آموزا رو نفرین نکردیم. البته نفرین دانش آموزا هم دعاست داد چون. خب یه سوال شبیه این بنویسید، سوال اول، سوال دو. اگر x منهای یک ایکسون مساویس با هفت باشد حاصل عبارت زیر را به دست آورید، x به توان دو علاوه یک بر روی x به توان دو. دوستانی که کمتر فعالن حتما بیان برای پاسخ. بچه پاسخ بدید، نترسین، غلط میشدی. خب ایلیا غلطه. باشه بذار بگی، اشکال نداره. امیر حسین بگو بینم. سلام. فکر کنم نتش ضعیف، همجور دستش بالا مونده.
خب ماهان درست جواب دادن. یه چند لحظه صبر کن ببینم دوستان، بقیه دوستان چی در میارن. آزاد نیا درست نیست. رضا درست نیست. طباطبایی درسته. فرنام تو چند داره بردی؟ حتما به یه جواب برس. علوی هنوز در معراجه، نمیده پایین. نیکان هم درست داره برده. محمد حسام چی؟ صالحی. تطبیقی هم نه، یه علامت اشتباه کردی. کی؟ یونا زهره. کی؟ یونا زهره. یونا؟ نشینه. چون اسمش رو نشینه. چون لیست بذاری جمعا استفادت نقل. چون همه اسامی نیست. آره. آخه تو کلاس هدید چون آنلاین یه حسنی که داشته حضور غیاب میکنیم و با اسم کار داریم، با قیافه کار نداریم، بیشتر دانش آموزا رو به اسم میشناسیم. دانش آموز من میاد مدرسه میگم خب اسم چیه، میگه فلان، میگه مثلا خصوصیاتش میاد. قدیم مثلا اولیا میمدن خب بچه مثلا فرام درسش چجوریه، میگفتن خب بگو صداش کن میدم. چون توی کلاس آدم بیشتر با میگه شما بگو، نیازی نبود، ولی بعد اسم بعضی. خب ماهان باز کن. امیرحسین باز نشد. باز کنیم. خب باش، حالا ببینیم چی میخواد بگی، صحبتش گوش میکنیم. ماهان رو باز کن. سلام. سلام علیکم. باشه. مرسی. استاد میایم اول عبارت اولیمونو به توان دو میرسونیم. پس این فرضمونو به توان میرسونیم. تو همین کاری کردی دیگه. آقای علوی دقت کن. فرض ما توانش یکه، حکم ما توانش دوه. خب اگر یه جو عقل داشته باشی میگه آقا اینو به توان برسون دیگه. زر در خودش طولانی میشه. اتحاد خوندیم برای همین دو طرف رو به توان دو میرسون. خب غلطه چلونادی الان. خب بگو ببینم آقای حسینی ماهان. بعد استاد میگیم اولی به توان دو. خب پس میشه اولی به توان دو، چون که اختلافه میگیم منهای دو برابر اولی در دومی، اولی ضرب در دومی. بچه چون اولی و دومی معکوس همن، ضربش میشه یک، فقط اون دو میمونه. به علاوه یک بر ایکس به توان دو مساوی اون وره میشه 49. خب اینو شما جمع نوشتی، خب باید ببری اون وره جمع بشه دید. چرا از 49 کم کردی 47 به دست آورد؟ آقا هنوز تموم نشده استاد. خب میشه x2 منهای 2، این با این ساده میشه، به علاوه 1 بر روی x2 مساوی 49. خب بعد چیکار کنیم ما؟ استاد معادله میشه دیگه، منهای 2 رو میبریم اونور میشه مثبت. شما منهای 2 رو میبریم اونور جمع میشه دیگه. اینجا 50 زده شدی دیگه. آره نه نه، اینجا دانش بچه‌ها اینجا دارن میگن. آه چک نیست نه. 51 درست شد. 51 درست شد یا نه؟ خب بچه اینو بنویسید، من یه اتحاد دیگه بگم.
خب خوب ببینم باشنون شما بیار سوالو ما آخرهای وقت که مربوط به این موضوع درسی نیست برای حل میکنم اگه نشد حل میکنم میگم به آقای محمود اینا برای بفرست خب بچه نوشتید یا نه آره این مال تشابهه این مال تشابهه فرصت شد بفرست به من آره یا حل میکنم برات میفرستم یا این کلا اینجا فرصت شد حل میکنم میترسم اینجا حل کنیم بعضی وحش سکته کنن به خاطرم برای خودت حل میکنم خب بریم سراغ سوال اتحاد بعدی قبل از اینکه اتحاد بگم بچه بنویسید حاصل عبارت زیر را به دست آورید خب پرانتز A به علاوه B در پرانتز A منهای B خیلی ساده پرانتز اول رو در داخل پرانتز دوم ضرب کنید سوال سخت نیست حل میکنیم حالا چون هندسه است و این بحث نیست بنویس جواب آخر بگو اینه دارید توی ذهن تل میکنیم شما بنویس بگو آقا این جواب منه و این جواب درست غلط شما میگیم چند تا جمله شد؟ غلط هست به همین جواب آخر رو تایپ کنید خب؟ خب اتحادشون نگودن تحماسبی رو باز کن جواب بده نگودم اسمشو بگن فکرم جواب به دست بیارید حالا اونه که پارسال خوندن یه امسال هم خوندن امسال هم تو کتاب هست دیگه نهم اگه رسیده باشه چی شد قد شد سلام استاد سلام علیکم من چون اینترنتم خیلی ضعیفه میترسم صدام قطع بشه سریع میگم سریع. استاد چیزش که میشه آب دو ب دو آب توان دو ب توان دو اون جواب درست ضربش بگو استاد آ ضرب در آب توان دو آ ضرب در منفی ب میشه منفی آب بله بعد میشه ب در آ میشه مثبت ب آ و بعدش ب در ب میشه ب به توان دو منفی خب آ دو را می نویسیم این دوتا قرینه است با هم صفر میشه میمونه منفی ب به توان دو بعد همیشه آیه به علاوه ب در آی منهای بی مساوی آ به توان دو منهای بی به توان دو چون همیشه برابر هست میگیم اتحاد چه نوع اتحادیه به نام اتحاد مزدوج اولی به توان دو حفظ کردنش همینه اولی به توان دو خب یا اولی به مربع اولی یا میگیم اولی به توان دو منهای دومی به توان دو خیلی راحت خب بنویسید تکرار کن تو ذهنتون تلاش کنیم هر موقع تلاشت به نتیجه رسید ما هستیم سلام استاد سلام علیکم
خوب هستی؟ خسته نباشی. مرسی، سلامت باشی. مرسی. اصلا من امیر حسین صادق‌الله هستم، تازه ثبت نام کردم. بله، خیلی خوشبختم. سوالی داشتم، این درسی که دارید میدید فصل پنجه؟ بله بله بله. فصل پنج رو ببین، ما شروع کردیم دو تا اتحادش رو گفتیم، شما فیلم ها رو ببین که مرور کردیم. اتحاد سوم از امروز داریم میگیم. خب. اتحاد رو صحبت از کجا پیدا کنم؟ گفتم فیلم ها رو ببینی، من توضیح دادم. من با پشتیبان تو صحبت میکنم. آره دیگه. پشتیبان صحبتون راه نمایی میکنم. خیلی خوب، از اینجا به بعد میتونی متوجه بشی، حالا مگر اینکه به اتحاد برمیگردیم چون اولین جلسته، ولی از اینجا به بعد دقت کن. خب کسی سوالی نداره من پاک کنم؟ برای اینکه روونتر باشیم چند تا سوال حل کنید. ببینید، بنویسید حاصل را، حاصل عبارت های زیر را به کمک اتحادها به دست آورید. خب یک، x منهای 5 در x به علاوه 5. دو، x منهای رادیکال 3 در x به علاوه رادیکال 3. سه، ایکس به علاوه 7 در ایکس به علاوه 7. چهار، رادیکال 5 منهای رادیکال 2 در رادیکال 5 به علاوه رادیکال 2. ببینم چه میکنم. حتما دوستانی که پاسخ ندادن فعال باشن. نیکان که حالا باید صحبت کردیم، آرتین خوبه. زود باشید و سریع و تیز و تند. بنویس باشه، شما یکشو میگید. محمد رضا رستگارمند دست بیاره بالا، امیر مهدی دست بیاره بالا، امیر رضا دست بیاره بالا، وردیا بخشنده دست بیاره بالا، یونا دست بیاره بالا. همه فعال باشن دوستان. ما بیشتر تلاش ما اینه که دوستانی که کمتر صحبت کردن باشن. آرتین آرتین اولی میگه. باشه. سلام آقا. سلام علیکم. خسته نباش. آرتین ببینم. آقا این چیز اولی به صورت همون اتحاد مزدوج، x در x ضرب میشه منفی 5 هم در مثبت 5. جواب میشه x به توان 2 منفی 25. درسته. به بچه حفظ اتحاد مزدوج، دو تا پرانتز باید عین هم باشن با این تفاوت، یکیش مثبت یکی منفی. چه موقع هر دو مثبت یا هر دو منفی باشه مزدوج نیست. وقتی فهمیدیم مزدوجه میگیم اولی به توان 2 x 2، دومی به توان 2 میشه 25. بله محمد حسن بعدی بگو. سلام. سلام. x به توان 2 منهای 3. کاملا درست. اولی به توان میشه x به توان 2، رادیکال 3 به توان میشه 3. خیلی ساده. تاها بگو. تاها. تاها محمدی خود. خب. این چه اتحادیه؟ همون اتحاد قبلیه. نمیدونم چی؟ اسمش یادم رفته. اون قبلیه اصلا. بابا دو تا اتحاد گفتیم. دوتا اتحاد گفتیم، مربع دو جمله ای. ببین چون این دوتا عین همن میتونن x به علاوه 7 به توان 2 باشه. آقا عربی نگفتیم، ترکی هم نگفتیم. درسته ما ترکی میگفتیم، مربع یعنی توان 2. دوتا جمله، یکی دنه یکی. خب حالا جوابشو بگو. x2 اولی به توان 2 داره میشه x2 به علاوه 2x 7. 2 ضرب در x ضرب در 7 میشه 14 x. بله 14 x. بعدی هم میشه 49 به علاوه 49. اینجا آوردم که ببینم حواستون هست یا همینجوری مثل همه اتحاد مزدوج. آره بگونم فرنام اینو.
میشه چقدر رادیکال پای متوان دو؟ پنج منهای دو میشه چقدر؟ سه. و از اول فکر میکردی مثلا این عددهای بدین طولانی بشه سه؟ نگاه اولیمون نمیگه، ولی اتحاد ولد باشیم به راحتی به دست میگه. درست شد؟ خیلی خوب بنویسید بچه ها، اونا که ننوشتن کسی سوال داری یا جایشو متوجه نشده بگی. هردیا میگه مثلا میشه توضیح بدی سوال رو؟ بعد چی رو توضیح بدم؟ الان گفتن دیگه. کدومش رو؟ میخوای سوالتو باز کنم؟ باز کنم. کدومش رو؟ آخری رادیکال 5 به توان 2، اولی به توان 2 میشه رادیکال 5 به توان 2. رادیکال 5 به توان 2 یعنی رادیکال 5 زده، رادیکال 5 میشه 25 میشه 5. به طور کلی هر عدد رادیکالی به توان 2 برسه، توان 2 رادیکال از بین میبره میشه 3. درست شد؟ خیلی خوب. طباطبایی جان اینجا جای رقابته، میگه خیلی بده بچه های خودم. نه نه اونی که طباطبایی نوشته مثلا آه. خیلی خوب. خب بچه ها ببین، هیچ موقع پیشونی کسی ننوشته نشده. شما اگر از هفتم همدیگر رو میشناسید، خب اگر از امروز همدیگر رو شناختید، امروز اگر درسی که خوبه، این تا آخر سال همیشه ممکنه نفر اول نباشه، دیگران هم تلاش میکنن. خب الان درست استقلال صدر جدول، ما نمیتونیم بگیم قهرمانه، ممکنه پرسپولیس که ضعیفه بیاد قهرمان بشه. اون که الان میگن رفتن بازیکن عربستانی هست سیاهه، اونو بخرن. چقدر پول دارن این پرسپولیس سیاه؟ هنوز بدهشون رو ندادن، میرن باز گرونترین بازیکن رو بخرن. خیلی خوب. شماره چند تا گفتین؟ 5 تا. 5. 2x منهای 3y در 2x علاوه 3y. خب 6 آی منهای بی به توان 2 منهای آی به علاوه بی به توان 2. ببینم چه میکنه. این دوتا رو بنویسید، جواب اولی رو بدید. بردیای پیروز. سلام. سلام میا. بله خیلی هم خوب. اولی میشه 4x منهای 9 بار. غلط هست بردیا، شرمنده. آقا اگه اصلا اتحادان اولی و توان دو دوم توان دو نمیره. خیلی خوب، بذار من همون چیزی که میگی من بنویسم زیرش بنویسم. اولی چیه؟ مگه 2x نیست؟ میشه 2x به توان 2. 2x منهای دومی هم 3y به توان 2، درسته؟ بله. وقتی که داخل پرانتز دو قسمت یه جمله، هر جفتش به توان 2 میرسه. 2 به توان 2 میشه 4. بله، ایکس هم به توان 2 میشه. آفرین، منهای 9 وای 2. حواستون رو جمع کنید. مرسی. نفر بله. بعدی، سوال بعدی. پاسخشو به دست بیارید اینو. اگرم بردیا، بگونم بردیا جان. سلام علیکم. خوبی؟ خوبم ممنون مرسی. این می بگم میشه آدو. ببینه از الان بگیم اولی به توان 2 هی تکرارش، اولی به توان 2 میشه آدو، درسته؟ بله آدو. بعد میشه منهای 2 آ ضرب در ب. بله آفرین، دو برابر اولی در دومی. به علاوه یه به توان 2 کاملا درسته. منهای، حالا جواب منهای پرانتز. ببین بچه ها،
دو تا کار رو با هم انجام ندید، هم به توان برسونید هم منفی رو ضرب کنید. اول به توان برسونید بعد منفی رو ضرب کنید. اشتباه کنید باید دو برابر وقت بذارید دوباره درستش کنید. خب اینم بگو من بنویسم، اینم که خب بلدید. خب آ به توان دو، بله درست، علاوه دو آ ب، بله علاوه ب به توان دو میشه آ دو منهای دو آ ب به علاوه ب دو. منفی را ضرب کنیم همش میشه منفی، درسته؟ بله. حالا ساده شده اینو بگو. خب بعد دو برابر اون جمله اولی با جمله دومی و با هم دیگه خط میزنیم. نه اینا منفی دو آبه رو با هم دیگه میزنیم. نه هر دو منفی هن اشتباه نکنیم. اینجا آدو با آدو خط میخوره، بله. با هم دیگه چیز میکنیم، به دو آبه یعنی دو خط میخوره. اما منفی دو آبه با منفی دو آبه هر دو منفی هم میشه منفی چهار آبه. منفی چهار آبه، بله من اشتباهی. بچه ها بگم اتحاد فرعی نمیخوام شما حفظ کنید، حالا دانش آموزای دور دوم برای کنکور اینا رو هم حفظ میکنه که سریع باشه، ولی ما به دست میاریم، خیلی مشکلی نیست. خب نوشتید؟ بچه هایی که سوال داری یا جای شما توجه نشده دست بیاره باید. فهمیدی آقای علوی؟ خب پاک کنم بگو فرداد. خب آقا الان یعنی که ما وقتی داریم اینجا اتحاد میکنیم میگیم که مثلا منفی دوبه با منفی دو آبه رو با هم جمع میکنیم، این منفی ها با هم دیگه جمع میشن مثبت میسازه. یعنی چه منفی؟ چهار آبه. نه یعنی چی منفی ها توش؟ یعنی چی منفی ها اصلا همینجور داری میگی ها؟ یعنی چی مثلا بذار من بگم، یعنی چی منفی ها جمع میشن مثبت میسازه؟ اصلا جمله غلطه. شما دو تعداد داری، خب دو تا عدد منفی دو با منفی دو اگه جمع کردی چهار نوشتی، بذار من یکیشو سه بنویسم چون اینجا هر دوتا ضرب و جمعش یکی میشه. شما اگر دو تا عدد رو جمع کردی نوشتی پنج، باید علامت عدد بزرگتر یک علامت رو بنویسی. اگر اومدی منفی سه بینشون هیچ علامتی نبود پرانتز بود ضرب کردی سه دو تا شش تا علامت رو هم ضرب میکنی. خب اینکه منفی ها جمع میسازن اصلا بی معنیه. خیلی خوب آقا آتیلا یه دقیقه تمرکز کن، سوالی که داری میخوای بپرسی دقیقه فکر کن بهش، بعد الان من ساعتو باز کنم. آتیلا چی میگه همه چی با هم؟ خب بگو آتیلا. بعضی ما خوبم جواب میده، خیلی خوب اون روز اومده بود چند تاش یه چیزایی هست اونا رو اگر یه ما دستبندی کنه بگو. خب اصلا یه سوال از جوابم میدم، فقط یه سوال، این دو آبه کجا اومد؟ منهای دو آبه، آبه ها در هم ضرب میشن ولی چرا دو آبه؟ اتحاد و حفظی؟ مزدوج رو نبودم نشیدم. مزدوج نیست، این مربع دو جمله ایه مال دیروز. دو برابر اولی در دومی دیگه، دو بار بنویسه یه بار آ در بی ضرب میشه یه بار بی در آ ضرب میشه دیگه. آه درست، خیلی من خب خیلی خوب بریم سراغ حالا کاربرد دیگری از اتحاد که این بخش مال فصل هفته. بچه ما فصل هفت بخش‌های تمرینیشو با فصل پنج یه جل میکنیم. چرا؟ مثلا میگن عبارت‌های زیر را ساده کنید. سوال عبارت‌های زیر را ساده کنید. خب الف آب توان دو بلاوه دو آبه بلاوه به دو مخرجم آب توان دو منهای بی به توان دو. خب تو جمع و تفریق نمیتونم آ را با آ بزنم بی را با بی بزنم، که باید به ضرب تبدیل کنم، درست؟
باید به ضرب تبدیل کنم. یا مثلا قسمت ب شما رو بنویسید، مثلا آ به توان دو منهای 25 مخرج x به علاوه 5. خب یکی از کاربردهای اتحادها در محاسبات عبارت‌های گویاست. الان این سوال رو کسانی میتونن جواب بدن اتحاد و حفظ باشه. ممکنه یه نفر میگه آقا من اتحاد مزدوج رو از ضرب به دست میارم، ولی اگر شما اتحاد مزدوج دو طرفش رو حفظ نباشی نمیتونی. راهنمایش اینه که صورت و مخرج رو اگر تجزیه میشه تجزیهش کنید، صورت و مخرج را تجزیه کنید اگه تجزیه میشه. خب دوستانی که تا الان پاسخ ندادن فعال باشن، من اینجا هم تایپ کردم، مبین بیاد، رضا بیاد، تبا بیاد، محمدرضا رستگار بیاد، امیر مهدی صالحی، یونا، ایلیا، این دوستان پاسخ ندادن، ما صداشون امروز نشنیدیم، این دوستان دست بیارن بالا که پاسخ بدن. نه الف یه کسر میشه. شما چند در آوردی؟ چی در آوردی؟ خب اومده روی آدو رو با آدو زده، بیده رو بیده زده، دو آبه مونده دیون که ایلیا ده. شما چی در آوردی؟ زر نه اتحاد فرعی اینجا نیست. صورت نه اتحاد فرعی نمیخوام. خب باز کن الان میپرسیم تایپ نکه یه صداتو باز کن، من یه هم صداتو باز کنیم اگه آماده ای که دست بیار باید. خب نیکان رو باز کن به ترتیب، اگه یونا رو باز یونا بی. سلام سلام علیکم. الف رو چند در آوردی یونا؟ الف یک. یک چجوری یک در آوردی بگو؟ ما میگیم صورت کسر اتحاد مزدوج داره. نه صورت اتحاد مربع دو جمله درسته؟ بله بله اشتباه گفتم. میشه آی به علاوه بی در آی به علاوه بی به توان آفرین. دو توان دو نمی نویسیم، دو بار می نویسیم، میخوایم ساده کنیم. بله این نکته اصلی. مخرج اتحاد چیه الان خوندیم؟ اتحاد مزدوج. مزدوج آی منهای ب در آی به علاوه ب. آفرین. اینجا شما همه را مثبت دیدی. خب الان ساده میشه آیه به علاوه ب با آیه به علاوه ب ساده میشه. آیه به علاوه ب با آیه منهای ب هم خط میخوره. نه دیگه به علاوه است، منهاست، منها با به علاوه خط نمیخوره. میمونه آیه به علاوه ب بر روی آیه منهای ب. یه عبارت جبری ساده میشه، من یک دو یا عدد ممکنه به دست نیاد. آه اشتباه اینجا بود که این دوتا رو ساده کردی. نه آه ببخشید من اشتباه کردم، جفتشو آ بنویسید، ساده نمیشه. دوستانی که پاسخ ندادن کسی نمیخواد جواب بده؟
باز کن بگی. امیر مهدی یه زبه دارم. امیر مهدی بگی. صحبت نکرده با امیر مهدی. جواب؟ بله. امیر مهدی بگو. صدای من هست؟ آره بگو. خسته نباشید. مرسی. صورت میشه آ به علاوه آ به پنج. آیه منهای پنج در آیه بلاوی پنج. در آیه مصفت. آفرین. مخرجم که آیه بله. مخرجم نفهمیدم. خب مخرجم که آیه پنج بلاوی پنج خودشو می نویسیم. همه باید نباید تجزیه. آمان توان دو رو نمیدیم. ببین اگر عبارت توان دو نداشته باشه عبارت جبری تجزیه نمیشه. اتحاد نیست. فاکتور هم که نمیتونیم بگیریم. حروف مشترک نداره. خب. حالا کدوم با کدوم ساده میشه؟ استاد آیه به علاوه پنج با آیه منهای پنج ساده میشه؟ خاک بر سر من بابا آیه به علاوه پنج با آیه به علاوه پنج ساده میشه چه با آیه من آیه پنج بله بله ببین اینجا نبودی من خودم رو زدم اگر اینجا بودی باید یه دونه میزدم بهت که حیف که خیلی ممنون آره دانش آموز باید آماده جنگ باشه بعضی موقع اشتباه های فاهم کی؟ آقای محمدی معلم خب من مثلا میگه این به علاوه این بنده خدا میاد مثلا دانش آموز میاد ساده میکنه این دوتا رو به علاوه میگه ببین الان اینجا آنلاینه تو جلو به دست من نیستی خوش به حالت که دستت بده آره دیگه بعضی از دانش آموزا اینون مربی فیروز کریمی بازیکن تیم باخته بود بازیکن‌ها رو دور زمین چمن چند بار گفته بودوی آتیلا بگو بینا آقا یه سوال چرا فقط آ رو به توان دو رسوندیم یعنی 25 رو به توان دو نرسوندیم توان نرسوندیم اتحاد مزدوج و حفظی هم گفتم بله اتحاد مزدوج اگه این دوتا پران ببین وقتی میگیم آیه منهای پنج در آیه بلاوه پنج اتحاد مزدوج جوابش میشه آیه به توان دو منهای 25 شما هر کجا سمت راستو داشتی میتونی به جاش سمت چپو بنویسی هر کجا سمت چپو داشتی میتونی سمت راستو بنویسی من سمت راست داشتم به جاش سمت چپو بنویسم با هم مساوی هم دیگه منتها اینو نمیتونم ساده کنم پایینی ولی اینو با پایینی میتونم ساده کنم اتحاد دو طرفشو باید حفظ باشیم ببین وقتی میگیم آیه به علاوه بی به توان دو مساویس با آ دو به علاوه دو آ بی به علاوه بی دو یعنی اگر ما سمت چپ را داشتیم به جاش میتونیم سمت راست رو بنویسیم یه دفعه اگر سمت راست رو داشتیم یه دفعه سمت چپ رو بنویسیم کارمون راحت باشه خب یکی دوتا تست از مبتکران هم حل کنیم حالا نمیخوام اتحاده جمله مشترکم بگم قاطی کنید با این خب ببینم پس ما بخشی از فصل هفت که مربوط به اتحادها هست با اینجا کار میکنیم ها حالا جمع و تفریق هم داره بهتون میگم بهتون که درس جدیدی تو فصل هفت نیست چون اگه بذاریم دوباره بر فصل هفت رو دوباره حل کنیم ممکن اینا یادتون بره کار سخت‌تر بشه هم اتحادها به اصطلاح خوب جا بیفته یه مقدار سرعت رو کم کردیم همین که فصل هفت هم که باید میخونیم دیگه یعنی ما میتونیم بگیم برای فصل بعد از این یه فصل بمونه خب یه سوالی حل کنیم که اتحاد باشه راحت هم باشه شما جواب بدید خب ببینم مغزتون چقدر آماده است تست 889 اونایی که کتاب دارن تست الان یکی ندارم بچه‌ها پاسخ تشریحی نداره
اگرم فقط یکی بده کلیدش نگاه کنه راه حل ازش میخوایم، فقط گزینه درست قابل قبول نیست. یعنی که دانش آموزی گزینه درست رو بگه ولی راه حل بلد نباشه این ضایع میشه، معلومه که جای اینو دیده. اگر حالا اگر حل کرده شک داره راه حلش رو مطمئن میخواد بشه، اون میشه کمکش کرد راه حل رو نوشته برای اینکه مطمئن باشه. اگر آ علاوه آ به توان منفی یک مساوی ده حاصل، حالا اینجا برای اینکه صرف جویی کنه جمله رو کوتاه نوشته، باشد حاصل آ به توان دو علاوه آ به توان منفی دو کدام است؟ گزینه یک 8، گزینه دو 98، گزینه سه 100، گزینه چهار 64. گزینه تونو بنویسید. بله سوالای خوب اینجا داریم. ببینم. خب کیا تایپ کردن؟ نمونه شال کردم. محمد حسام صالحی پاسخ داده؟ تبا صحبت نکردیم همیشه میگه ما را حساب نمی کنید. بیا قهر کرد. نه امیر مهد تبای شامو زود میخورن، رفته شام بخوره زود بیا. مامانش گفته بیا شام بخوریم بعدا میری کلاس. امیر مهدی ساعت وصل نمیشه. خب شاید نت ضعیفه، لا بریم سراغ نفر بعدی. خب حالا بگو یکیش شما، فرقی نمیکنه. نیکان بگو. استاد دوباره اینم نمونه همون قبلیه، یعنی آ به علاوه یک آ. حالا اینجا خب ایشون میخواد تبدیل کنه سوالی که خوندیم توان منفی به توان مثبت تبدیل بشه میشه معکوس. اینا میشه آ به توان دو به علاوه یک بر روی آ به توان دو. اینا داریم، اینو میخوایم به دست بیاریم. بله الان خب به توان دو میرسونیم، فرض رو به توان دو میرسونیم، اونا میشه توان رسوند و میگه آقا من از روی مدست بیارم. خب میشه آ دو به علاوه دو، دو زر داره آه زر داره یک آم به علاوه یک بر روی آ دو مساویس با صد، درسته؟ صد. بله یعنی آ دو به علاوه دو به علاوه دو زر داره آه زر داره یک آم، چون اینا معکوسن میشه دو، میشه آ دو به علاوه دو به علاوه یک بر روی آ دو مساویس با صد. دو رو میبریم اون بر میشه صد منفیه فرما باز نبردیم صد منفیه دو مساویه نوداش. شما نوشتی صد نبردیم اون بر چی؟ آنو پیر شدی؟ پرسپولیسی هستی؟ <تص->
یه بار یه دانش آموز داشتم چک نویس داشت چک نویسش رو داشت مینوشت، این دفتر خط دارن، خطا رو همشه نوشته بود هیچ، این ما بینش هم مینوشت، یعنی یه جوری که مثلا یه عدد می‌خواست بنویسه دیگه جا نبود. ما هم همینجوری گفتم اصفهانی هستی؟ گفت آره. گفتم اقتصادیه دیگه. حالا محمد رضا میگه یه بار دیگه میشه توضیح بده. محمد رضا رستگار. محمد رضا نکن توان یکه، من این توان منفی رو به توان مثبت تبدیل کردم، یعنی به جای آ به علاوه آ به توان منفی یک نوشتم آ به علاوه یک آ مساوی ده، این فرض رو به توان دو رسوندم. حالا شما اگر اتحاد بلد باشی میشه اولی به توان دو آ دو، دو زر در اولی زر در دومی میشه دو زر در آ زر در یک آم به علاوه یک بر روی یک بر روی آ به توان دو دومی به توان دو، اونورم ده به توان دو میشه صد. الان سه تا سومی فکر کنم دو زر در آی زر در یک آم آ با آ ساده میشه دو میمونه، بعد میشه آ دو به علاوه دو به علاوه یک بر روی آ دو مساوی صد، دو را میبریم اون ور از صد کم میشه میشه 98. درست شد؟ خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی تست 891. تست 891 اگر آی به علاوه بی مساوی با ده، ببین فرض ماست، و آی زر در بی چهار باشد، حاصل آی منهای بی به توان دو کدام است؟ گزینه یک میشه 6، گزینه دو میشه 94، گزینه سه میشه 84، گزینه چهار میشه 2/5. خب ببین اینجور سوالا معمولا A و B را طوری نمیدن که شما عدد گذاری کنید، مثلا دو تا عدد جمعش بشه 10 ضربش بشه 4، عدد به اصطلاح صحیحی نمیشه، یا عدد کسری باشه خیلی سخت پیدا کردنش، پس ما از اتحاد کمک میگیریم. به اینا اینو گفته بودم جلسه قبل حل کنن، آره از قبل رفتن حل کردن و به این زودی جواب دادن. نیکان دو تا جواب داده، اون مال قبلیه. بقیه دوستان مگه حل نکردن؟ خب بردیا پیروز حل نکردی تو، بردیا رضا تو حل نکردی، رضا سینا کجا؟ سینا آج بهرامیان چرا جواب نمیده؟ مبین شما چی؟ خواب سینا رضا استاد در مورد بوزه دو رضا رو باز کنیم چجوری به دست آوردی؟ حالا بعضی موقع ببینیم اینا که اشتباه می نویسن چجوری اشتباه می نویسن. سلام، خوبی؟ مرسی. رضا بگو بینم. رضا فردا سلام آقا. رضا فردا جام سوپر جامه؟ والا آقا من خبر ندارم، نمیدونم. و چجور پرسپولیسی هستی؟ پرسپولیس بازی داره؟ والا من نمیدونم آقا. یحیی به من زنگ زد گفت دعا کن ما فردا سوپر جام داریم.
ببریم. بگو. آقا این مثل همون دقیقا همون سوال اولی هست که جلسه پیش بهمون دادین. بله. یعنی علاوه بی زدین مساوی 10 میایم میبینیم خب این آیمن های بی زدین آیمن های به توان 2، ما اول میایم همون مثبتش رو به دست بریم، یعنی میزنیم آ به علاوه 10 به توان 2. نه نه وایستا به این دست نزد، میخوای اینو به توان برسونی. آره بله. خیلی خب، پس من آی به علاوه بی مساوی 10 را دو طرف را به توان 2 میرسونم. خیلی عالی. خب می نویسیم پایین آ به توان 2. بله من تو جوابم آقا یه اشتباه کردم، حالا بگو ببینم نداری اینم ادامه بده. آ به توان 2 به علاوه بی به توان 2 به علاوه 2 تا آبی کاملا درست مساوی با 100 میشه 10. آبی رو گفتیم میشه 4 ببخشید 4 2 4 تا 8 میشه 8. پس آ به توان 2 به علاوه بی به توان 2 مساوی 100، 8 رو میبره اونور میشه منفی 8 میشه 92. یعنی آ به توان 2 به علاوه بی به توان 2 شد 92. درست. این چه کمکی میکنه در اینجا به ما؟ خوب درست ها، اصلا همین راه ها باید میرفتیم. بعدش اما همینجا یکم ببین آقا جواب میشه 102. نه ببین جوابو ولش کن الان ادامه بده. نه 102 نه 102 نه. ببین الان ما به حکم کاری نکردیم، ما اومدیم توی فرض، یه فرضی هم به دست آوردیم. دو تا فرض داشتیم، آیه به علاوه بی مساوی 10 این فرض بود، آیه ضرب در بی هم 4 اینم یه فرض بود، اینم یه فرض توان 2 نشه 92. اینو به توان برسون اینم رضا، اینم راهنمایی اتحاد دی همینجوری میشه آب 2 یعنی آیه منهای بی به توان 2 میشه آب توان 2 علاوه بی به توان 2 منهای 2 آب. درسته؟ بله. خب قضیه حل شد دیگه. آب توان 2 علاوه بی به توان 2 چقدر بود؟ 92. 92. من به جای اینو 92 می نویسم. به جای آب چی می نویسم؟ 4. 4. میشه 4 ضرب در 2 میشه 8. 92 منهای 8 میشه 82. 4 گزینه 3. به همین سادگی. اگر کسی سوالی داره بگه. خب این قسمت آخر در دوابه نمیمونه که همون آجب به توان 2 مگه اتحاد مربع دو جمله نیست؟ بله. خب توان 2 داره، دو تا جمله است دیگه، اولی به توان 2 آمن های ب، دو تا آمن های ب فقط آب توان 2 بگه آقا شما اتحاد، اصلا اتحاد مربع دو جمله رو بگو جوابش. آ دو آ به توان 2 برای بی به توان 2. خب همین. خسته نباش. شما انشتن رو تو گور لرزوندی. پس این دو برابر اولی در دومی کجا رفت؟ مگه نمیگیم میره با چی میره؟ این اتحاد عزیز من، اینو ما جلسه قبل توافق کردیم، با راه حل به دست آوردیم، آی منهای بی به توان 2 مساوی است با اولی به توان 2 به علاوه دومی هم به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی. اگه شما به این شک دارید دوبار ضرب کن. خدا رو شکر اینو ضرب کن ببین چی در میاد. خب نه ببین یه فرمولی که میگن همونجا شک نکن، اینو قبول کن، برو دنبالش. خب همه اتحادها با محاسبه به دست میاد دیگه، اونجا اگر اشکالی داشتی به تناقض رسیدی، یعنی شما این اتحاد را نقض کردی، یه فرمول به نام شما ثبت میشه، کلی هم جایزه میدیم بهت انشالله. آره آره دیگه، دانشمندان جدیدن اینا. بردی بخشم میگفته آب اضافه 2
نه باز کن، نه باز کن صحبت. دستت بیار بالا، ساعت من باز کنم. بذار صحبت کنم. فارس تماس مفته واسه رابطه بینشون جمع یا ضربه؟ کدوم؟ این منهاست، این جمع، اینم که ضربه. جمع ایابی را داده، ضربش هم داده، منهاشو میخواد. خب دیگه توان دو داشته باشه منهاست، در هم ضرب میشه میشه این. اون اتحاد مزدوج ننوشتم، گفتم آیه منهای بی به توان دو، یعنی آیه منهای بی رو دو بار بنویسیم. حل شد؟ بریم سراغ تست دیگه. به بچه ها اینو میخواستم بگم، میبینید که یه تست یه تخته است، ولی ممکنه شما توی راهنمایی و بعضی از معلمهای عزیز یا اولیای محترم بگین آقا این شدنی نیست. شما کتاب ریاضیتون از فصل پنج به بعد میشه دبیرستان دور دوم، در واقع اول دبیرستان نظام قدیم. خب این اول دبیرستان نظام قدیم سوالاتش تو تست کنکور میمد دیگه. خب بس بعضی از کتابام که می نویسن کنکور توی نهم، نصفش مال راهنمایی قدیم، نصفش مال دبیرستانه. به خاطر همین بعضی از تستا نیاز به خلاقیت داره. اینجا هم فقط اتحاد بلد بودن کافی نیست، یه مدل خلاقیت میخواد. مثل این سوال که من چجوری از این استفاده کنم مهمه. تست 901، اگر A به توان 2 علاوه B به توان 2 علاوه 4AB مساوی 0 باشد، حاصل عبارت سوال آزمون ورودی انرژی اتمی و علامه طباطبایی. حالا میگه چجوری اینا مشترک سوال اومده؟ این سوالا با یه مقدار مثلا تغییرات، یه سال مثلا یکی از اینها میداد، سالهای بعد اون یکی شبیهشو میداد. خب مثلا این عدد 4 6 بود مثلا تو یکیش، مثلا میاد 8 میده. این 4 تاثیرگذار نیست که سوال عوض بشه، درست بشه، غلط. منفی 3 گزینه 2، 3 4 گزینه 3، منفی 1 گزینه 4، 3. خب ببینم چه میکنید. خب کی به جواب رسید؟ چی؟ هیچکی؟ نه، ماهان گزینه سه نه. حالا تأثیری داره مثلا جواب مثبت یا منفی باشه؟ چی؟ 50% قضیه حله. خیلی خوب واسون امیر از دست دوی از
صدا امیر از استعادتو بس کن یونا مال کدوم هسته هست یونا؟ یونا متا پنج بسته امیر از استعادتو بس کن بینیم استعادتو داری؟ استعادت بس نمیشه یونا به چه معنیه؟ یونا رو بس کن بذاریم این دار عزیز خودش بپرسیم به معنی چی؟ یونوی کردی که نیست ریشه کردی نداره یونا امیر یونا نیست امیر یونا ساعت واسه من درخواست دادم یه اون درخواست بدم تاییدو بزن ساعت واسه یونا بگو دایی برای دوی دوستات بله بگو یونا سلام یونا ریشه اسمت معنی اسمت چیه؟ به معنی کبوتره کج... ریشهش کجا؟ ابری زبان... چی؟ ابری خیلی خوب بله یاد گرفتیم یه چیزی خیلی خوب بعد معمولا اینجوری هستد اسمای کردی مثلا یونس آهان ابری خیلی خوب بگو بینم یونا راستش من حدس و آزمایش رفتم نتونستم جواب از طریق راه حل حدس و آزمایش یعنی عدد گذاشته به جای A و B نه در آوردم میتونه منفی باشه از طریق گزینه ها تقریبا میشه گفت نه گزینه ها خیلی سخت میشه حالا حدست شانس آتیلا خودش مرسی یونا این ابراهیمی صدات نیست امیر رضا سلام استاد سلام سلام استاد ما الان یه یعنی ما ما هم عدد نتونستیم استاد در بیاریم خب پس برای چی دستت بالاست واسه اینکه استاد از یه راهی رفت میخواستم ببینیم این راه درسته یا نه خب وقتی به جواب نرسیدیم توی تست راه یعنی بیراهه صدا یه مقدار با... توی تست باید به پاسخ برسیم بگیم آقا این راه مناسبیه طولانی نیست خب شما توی تست راه غلط هم برید به گزینه درسته نمره رو گرفتی دیگه راه حل نمره نداره که خب. امیر رضا ابراهیمی صداش نیست نمیدونم چرا خب من بگم خیلی خوش کنی بچه ها الان اینجا اینجوری نیست که ببین فرنام من از فرض مستقیم برسم اینو به توان برسونم نمیشه درسته؟ من دارم بین یه دانش آموزی که اتحاد را نصف نیمه بلدم نگاه میکنم نه اینکه به عنوان معلم سوال بلدم میگم خیلی خوب اینو که معلم به من گفته به توان برسون به این برسون نمیتونم الان به این برسون این خودش توان داره اینو یه ذره بازش کنم ناچار میشم که این فقط بلدم صورت را به توان برسونم دیگه درسته؟ های منهای بی توان رو به صورت بدم و توان رو به مخرج بدم درسته؟ خب صورت رو بگو بینم فرنا اتحاد مربع دو جمله بذارم اول بی به توان دو رو بنویسم بعد منهای دو آبه رو فرقی نمی کنه چون جا به جا مخرج چی میشه؟ این هم درست میبینم اینجا یه نقطه اشتراکی دارن خب من عاده به توان دو ولی بی به توان دو دارم من اینو میبرم اون ور تو فرض میتونم هر کاری انجام بدم اینو معادله پس آ به توان دو علاوه بی به توان دو رو نگه میدارم چهار ای بی رو میبرم اون ور میشه منفی چهار ای بی درسته؟ یعنی آ به توان دو علاوه بی به توان دو مساویست با منفی چهار تا آبه خب من میام اینجا به جای آب توان دو علاوه بی به توان دو چهار منفی چهار تا آب می‌نویسم تو مخرجش هم همینطور درسته؟ منفی چهار آب با منفی دو آب منفی شیش آب منفی چهار آب علاوه دو آب منفی
چی؟ منفی دو آبه. خب آبه با آبه ساده میشه، منفی 6 تقسیم بر منفی 2 میشه 3. آتیلا فهمیده بود که مثبته و راه باری کلا. ببین اینا شگردای تقلبه، مثلا نمیتونن کامل بگن، میگه مثلا مثبته، یعنی این دوتا رو ازش استفاده نکن، میشه 50-50 دیگه، حدسم بزنه 50% درست میزنیم. خیلی خوب درست شد. خب اگر کسی سوالی داره. بله چقدر آسون. بگو آتیلا تو که 50% درست گفتی، 50%ش هم بگو. آقا چطور شد منفی 4 آبه؟ اون بر که معادله نبود. پس چیه این؟ یه تساوی جملاتش میتونه جا به جا بشه دیگه. خب میدونم چی؟ چون ذریب داره پشتش 4 آبه رو فرستادیمون بر. نه من میخوام آبه توانه دو بلوه بی به توانه دو رو ببینم چقدر میشه، اینجا جاگذاری کنم. آه خیلی ممنون. خواهش میکنم. سخت بودید. خب بریم سراغ سال بعدی. بله آخراش یه دونه تست حل کنیم. اون تست سوال چیزم بعد از این بدلا اونا که خواستم برن برن، من برای ابراهیم اگه قابل حل بود حل کنم. ابراهیم خب سوال 897، تست 897 خیلی ساده است. حاصل 700 به توان دیدیم به ماشین حساب الان میزنن منهای 699 چیست؟ خب این تست ها یعنی سریع جواب بدید که از وقتش برای تست های دیگه استفاده کنیم. این که شما بیایید به توان برسونید با ماشین حساب قابل قبول نیست. خب کی حل کرد؟ آره هم. خب فرنا مزدوجشو بگونم تجزیهش کنیم. دو تا پرانتزش بود دیگه، توان دو رو داریم. 700 منهای 699 در 7 این که میشه 1 درسته. اینا رو هم جمع کنیم خب زیر هم بنویسی میشه 9 9399. چقدر زمان میبره؟ یه دقیقه هم زمان نمیبره. خیلی خوب بچه خسته نباشید. سوال کود هست اینجا؟ آره هندسه را... یه سوال هندسه است تشابه ببینیم چی هست. پارسا سوال داری؟ خب بر نمیگرده اینجوری. خب یک به اصطلاح مثلث قائم الزاویه داری کشیده. خب این ال این ان این چیه؟ بعد یه همچین شکلی کشیده. این امه
اینجا x، این فاصله یه عمود کشیده، این 180 و این 60. میگه دهکده‌ای در یک سوی رودخانه‌ای و دکل‌های سراسری انتقال این رود در سوی دیگر رودخانه هست، واقع است. با توجه به فاصله های داده شده در شکل، طول سیم لازم برای برق رسانی به دهکده، یعنی جی ال، یعنی جی ال، این از ما خواسته. خب میگه الف 100 متر به 300 متر، جیم 150 متر، دال 400 متر. خب صداش هست؟ چون الان من بگم این چیز، امیر رضا تشابه چقدر بلدی؟ فرموله تشابه بلدی یا در حد کتاب درسی بلدی؟ پس کامل خیر الان این چیزی متوجه نمیشه. بذار من فرموله تشابهارم بهت بگم بعد. خب آره الان هم به قول من بگم چیزی متوجه نمیشی و دیگران هم همینطور. خسته نباشید، فرموله تشابه بگم بعد. گفتم به این بچه ها حالا چجوری می نویسن، ولی شما نبودید و یه سری بچه ها نبودن، برات می فرستم.